برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در خیابان‌های دو شهر ترکیه که در زلزله ماه پیش ویران شدند باعث مرگ 14 نفر شده و چندین نفر هم مفقود هستند. برخی از بازماندگان زلزله که در خانه‌های کانتینری زندگی می‌کردند هم در میان قربانیان هستند. در شهر شانلیورفه که سیل اتومبیل‌ها را با خود برد، آمار کشته‌ها 12 نفر ذکر شده است. این فاجعه فقط 5 هفته بعد از زلزله‌های پی هم روز 6 فوریه روی می‌دهد که 48,000 نفر در آن جان باخته و شمار زیادی هم بی خانمان شدند. مؤسسه اقتصاد و صلح شاخص جهانی تروریسم سال 2022 را منتشر کرد. در این شاخص افغانستان برای 4 سال متوالی مقام نخست را در میان کشورهای آسیب دیده و متضرر از تروریسم خود اختصاص داد. شاخص جدید وضعیت کشورهای جهان به لحاظ وقوع حملات تروریستی در سال 2022 بررسی شده است. این شاخص به صورت کلی در مقایسه با سال 2021 کاهش در میزان قربانیان حملات تروریستی را نشان می‌دهد. با این حال برخی از کشورهای آسیایی مانند پاکستان نسبت به سال گذشته با میزان بیشتری از حملات تروریستی مواجه بودند. یک هیئت میانماری این هفته از اردوگاه‌های آوارگان روهینگیا در بنگلادش بازدید می‌کند تا وضعیت برگشت چند صد نفر از پناهندگان را برای پروژه آزمایشی بازگرداندن به میانمار بررسی کند. محمد میزان الرحمن، کمیسر امداد و بازگشت پناهجویان بنگلادش در منطقه کاکس بازار بنگلادش گفت فهرستی از 1140 نفر از پناهندگان روهینگیا وجود دارد که قرار است از طریق این پروژه آزمایشی به کشورشان بازگردانده شوند که از این تعداد بررسی 711 پرونده آنها تمام شده است. 429 مورد باقی مانده در لیست از جمله برخی از نوزادان تازه متولد شده هنوز در حال بررسی بودند. اداره آمار ترکیه اعلام کرد شهروندان روس، عراقی و ایرانی بیشترین خریداران خانه در ترکیه طی ماه فوریه گذشته بودند. اداره آمار ترکیه در گزارشی عنوان کرد فروش خانه در این کشور به اتباع خارجی طی ماه فوریه 27% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و مجموع خانه‌های فروخته شده طی این ماه به 3350 منزل رسید. بر اساس این گزارش، روس‌ها با خرید 1183 منزل در مرتبه نخست بیشترین خریداران منزل در ترکیه طی ماه فوریه قرار گرفتند. سپس ایرانی‌ها با خرید 446 منزل، عراقی ها با 173 منزل، اوکراینی ها با 142 منزل و قزاقستانی ها با خرید 133 منزل به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم بیشترین خریداران منزل در ترکیه طی ماه فوریه قرار گرفتند. مقام های پاکستانی از کشته شدن دو کودک و دست کم 8 فرد مسلح در تیراندازی میان نیروهای پاکستانی و تحریک طالبان در نزدیکی مرز افغانستان خبر دادند. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، این نیروها چهارشنبه شب به یک مخفیگاه افراد مسلح مظنون به تحریک طالبان در وزیرستان جنوبی حمله کردند که تبادل آتش منجر به کشته شدن 8 تن از آنها شد. تحریک طالبان پاکستان طی چندین دهه خشونت نزدیک به 80,000 نفر را به قتل رساندند. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط شرکت TGM Research، حدود 83% از مسلمانان علاقه خود را به استفاده از محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست ابراز کردند. هدف این نظرسنجی ارائه رویکردی جامع نسبت به احساسات و رفتار عمومی مسلمانان در طول ماه مبارک رمضان است که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از 14 کشور در 3 قاره انجام شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی امسال حدود 97% از مسلمانان جهان در مراسم مربوط به ماه رمضان شرکت خواهند کرد و انتظار می‌رود رمضان 2023 برای بسیاری از خانواده‌ها و افراد یک مناسبت ویژه باشد.